با نام یاد خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زبرنا با من سمیلا نوری خوش آمدید. آمریکا به افغانستان 266 میلیون دلار دیگر کمک میکند. وزارت خارجه آمریکا میگوید این کمک ها از حدود 18 میلیون شهروند نیازمند افغانستان به ویژه از بیش از 4.8 میلیون بجا شده داخلی حمایت خواهد کرد. در همین حال نهادهای ناظر و برخی از نمایندگان مجلس میگویند در افغانستان کمک ها به صورت شفاف و مسئولانه به مصرف نمی رسد. در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد، اما پیش از آن یک گزارش کوتاه را بیننده باشید. قرار است ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام بشردوستانه اش 266 میلیون دلار به افغانستان کمک کند. انتونی بلینکن در صفحه تویترش نوشته است که برای سالهای متمادی ایالات متحده حمایت از بازگشت کنندگان، پناهندگان و بیجاشدگان افغان را در اولویت خود قرار داده است. 266 میلیون دلار کمک بشردوستانه جدید ایالات متحده آخرین نمونه بارز تعهد عمیق ما به آینده صلح‌آمیز و پایدار برای افغانستان و مردمان است. حکومت از حمایت‌ها و کمک‌های ایالات متحده آمریکا سپاسگزار است. همکاری‌های مشترک دو کشور بر اساس توافق‌نامه‌ها و منافع ملی دو کشور تداوم خواهد یافت. قرار است کمک مالی تازه آمریکا صرف نیازمندی‌های ناشی از ویروس کرونا، فراهم کردن سرپناه، رفع نیازمندی‌های آسیب‌پذیرترین افراد از جمله زنان و دخترانی است که در نتیجه همگیری کرونا و چندین دهه درگیری با خطرات از جمله خشونت مواجه هستند. متاسفانه طی 20 سال کمک‌های بشردوستانه جهان به وجه احسن بر ملت افغانستان نرسید. مجموعه کمک های بشردوستانه آمریکا به افغانستان از سال 2002 تا اکنون نزدیک به 4 میلیارد دلار برآورده شده است. بسیاری ها به این باورند که در افغانستان کمک های صورت گرفته به صورت مسئولانه به مصرف نمی رسد. ټول هغه کومکونه چې له افغانستان سره کېږي، یا په شخصي جیبونو ته ځي، یا په بېځایه پروژو باندې مصرفېږي، هغه چې له افغانستان ته نه ضرورت دی او نه د افغانستانو افغانانو درد دوا کوي. وزارت خارجه آمریکا همچنان در خبرنامه از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته که برای دستیابی به یک توافق سیاسی و آتش‌بس تلاش‌هایشان را تشدید کنند تا بیجاشدگان و پناهندگان بتوانند به خانه‌هایشان برگردند. مهمانان من در این برنامه استاد سعید مسعود، آگاه اقتصادی از ترکمنستان با ما وصل هستند، و همچنان دکتر جاوید سنگدل، استاد دانشگاه در سوئیس از سوئیس با ما وصل هستند. بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتند و وقت گذاشتن در برنامه شما را داشته باشیم. بیاین بس از اینجا شروع کنیم. جناب استاد، آمریکا از سال 2002 به این سو 3.9 میلیارد دلار کمک مالی بشردوستانه به افغانستان داشته. حالا هم به گفته وزیر خارجه آمریکا 266 میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک میکند، اما بسیاری از شهروندان افغانستان میگویند که این همه کمک های مالی جهانی به وضعیت زندگیشان تغییرات ناورده، پس این همه پول به کجا میرود به نظر شما؟ رحیم، سلام صلوات بر محمد، بر حال محمد، سلام به شما و سلام به حضرت دکتر جان ما. خدمت شما عرض شد که حرف مردم حرف راسترین است، و منظور دی که از ارقام رسمی که در حقیقت می‌بینیم، ما در حقیقت 16 میلیون فقیر به 24 میلیون فقیر افزایش که پیدا کرده در افغانستان، به این معنا که حالا دولت افغانستان به 80 تا 85% سطح فقر قبول کرده، با وجودی که ما مارکت واش، یعنی دیدبان بازار، قبلا نیست ما به حدود 90% فقر نشانی میکنیم. از این لحاظ 24 میلیون فقیر بلند شدنش از 16 میلیون فقیر معنای گپ داره که با 4 میلیارد که ما از دولت متحده آمریکا مصرف کرده، و بسیار جالب است که تنها سالانه بخش در مجموع 144 میلیارد دلار آمریکا تنها در بخش ملکی مصرف کرده، که در حقیقت باید فقر زدایی میشد و این از طریق ایجاد کار باید چنین میشد. این معنای گپ داره که در حقیقت ما خلای سرمایه را توسط کمک های خارجی در حقیقت مرفوع کنیم. کار موجود بود، خاطر که تخصص هم ایجاد شد و اساسها پوهنتون ها و دانشگاه های با وجود آمد، مکاتب با وجود آمد، بچه ها رفتن بیرون، از بیرون آمدن داخل،
و تو اندازه هم نیروی کار ما رفت که نیمه متخصص شوه و نیروی کار ساده هم در حقیقت آماده کار بود که در حقیقت رو کسایی بوده فقیری که میامدن در بازار و در مارکت های کار افغانستان آماده کار میشدن. تنها در اینجا ما در توزیع این منابع و در مدیریت منابع مشکل داریم. به این معنا که تا هنوز هم مشکل داریم. به این معنا که ما در حقیقت نتونستیم نمور با چهار حرکت مدیریتی حرکت بودیم. یعنی منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع معلوماتی و منابع انسانی را ما در حقیقت پلانگذاری بکنیم و ببریم در یک کنترل بکنیم و ببریم رو به هدف بشانیمش که در حقیقت این آخری فرمول از مدیریت است که ما شما داریم. از این لحاظ فکر میکنم که در حقیقت ارقام نشان میده، ما نمیگم میره بلکه ارقام نشان میده که موقعی که شما در 24 میلیون خط فقر تثبیت میکنین و قبلا شما در 16 میلیون ایرا آماده ساخته بودین و قبلتر از او هم در حقیقت ای کمتر از او بود با وجود که جنگ ها و تگپا بود و در 20 سال که ما با هم کار کردیم و نتونستیم نقطه معین را مشخص بسازیم تا فقر زدایی بکنیم و اگر فقر زدایی نمی کردیم باید او را قانچنان پایین می آوردیم که در حقیقت می شود که یک نقطه مناسب برای جهان نشان می دادیم که با کمک های جهان ما در حقیقت دوباره این سرمایه گذاری قسم کمک ها را قسم سرمایه گذاری می کردیم که پرودکتیویتی از این یعنی بهره‌وری دوباره از این می تونست سرمایه‌گذاری دوباره ایجاد بکنه و آرام آرام می بازار ما را از تولید او کسایی که قبلا فقیر بودن و کار پیدا کردن حرکت بکنه. متاسفانه با وجود پس هیچ امید به خاطری که این کمک ها بتانه نیازمندی های شهروندان کشور را مهیا بسازه وجود نداره به نظر شما؟ خوب نمیشه که بگویم امیدواری نیست. تنها ما میتونم برای دولت یک پیشنهاد بکنم باز هم که هر چی میکنن سر وقت است. بازم برای ما 265 میلیون دلار تا اندازه برای کشور فقیر تا اندازه گپای خوبی است اگر ما درست اون رو مدیریت بکنیم. به معنای اینکه که وقت ما مدیریت میکنیم ما در حقیقت نم آسیب شناسی میکنیم در کجا ما آسیب پذیرتر هستیم و چگونه میتونیم این آسیب ما دوباره مرفوع بسازیم. از این لحاظ من فکر میکنم که در صورتی که مدیریت درست صورت بگیره، در صورتی که ما پلان گذاری درست کنیم، در صورتی که ما استفنی درست بکنیم، در صورتی که ما کنترل بکنیم از تطبیق چنین گپا و پلان های داشته باشیم و او در منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع معلوماتی خودم در حقیقت تنظیم بکنیم، رسیدن به هدف خب بسیار دشوار است. واقعا برای ما برای یک شرایط هم شرایط دشواری است و شرایط نرمال نیست که ما و این چگونه مصرف میکنیم، بلکه شما میفهمید مشکلات به خصوص مشکلات امنیتی و گپای خودم دارن، ولی بر صورت شما میتونیم که به صورت معقول حرکت خود انجام بدیم و عقلا توجیه داشته باشیم به خاطر از اینکه ما مصرف را انجام دادیم به صورت معقولانه، ولی چنین عوامل باعث شده که این مصرف چنین نشسته. در غیر صورت در گذشته ها ما چنین مشکلات که حال داریم نداشتیم. یعنی مانا داره که ما با چند میلیارد مصرفی که انجام دادیم متاسفانه که تنها 4 میلیارد شما در آن غیره قمیدی قمی کمک داشتیم در حال که 144 میلیارد شما تنها ملکی را امریکا کمک کرده و ای اروپا و ناتو گپ علایده دارن و ما در حقیقت 1.5 تا 2 تریلیون دلار تنها در مسئله امنیت و ملکی را که آخرین ارقام است که امریکا او را بیرون کشید در افغانستان مصرف شده. از این لحاظ من فکر میکنم که 2 تریلیون دلار در مسئله امنیت قوام امنیتی و مسئله اقتصادی و اجتماعی برای یک کشور فقیر مثل ما وره با داشتن 34 میلیون نفر با اینمی سایه جغرافیایی خوبه که ما داریم، آب داریم، زمین هم داریم و کارگر هم داریم، میتونیم خوب نتیجه هم بگیریم. تشکر. شما برمیگردیم جناب استاد. آقای سنگدل بسیار زیاد تشکر از اینکه حضور یافتین در برنامه. حالا این کمک ها به گفته وزیر خارجه آمریکا به 18 میلیون شهروند نیازمند در افغانستان توزیع خواهد شد. آیا این مورد به گونه مسئولانه مصرف خواهد شد به نظر شما؟ ببینین خب کمک هر چیز باشه برنامه‌ریزی باشه میتونه موثر نسبی و تمام شه، اما تمام کمک های بی برنامه و بدون دیدگاه استراتژی دوامدار و سستینبل استراتژی هیچ موثر نیست. و ما من رئیس استاد را اولیت بسیار تعجب است که وزیر خارجه آمریکا به ملت افغانستان توهین میکنه که با 266 میلیون دلار مشکل
شهروندان افغانستان حل میکنه، یک توین است. با میلیارد ها دلار هم مشکل افغانستان در شرایط کنونی حل نمیشه. نه تنها ما مشکلات غذایی داره، مشکلات مثلا تعلیمی، تحصیلی، زندگی بسیار محدود در افغانستان است و کمک اصلی جامعه جهانی و خصوص امریکایی ها اگر میکنن در مسائل داخلی افغانستان دخیل نشن و ما خود ما تاجران ما میتونه که میلیارد ها دلار سالانه سرمایه گذاری کنه و میلیارد ها دلار شاید ما از نقطه نظر تکس و مالیه و ایجاد کاریابی ما میتونیم عاید به حساب بکنیم. اگر حکومت توانمندی فکریش داشته باشه و توانمندی عمل کرده باشه ما میتونیم در ظرف بسیار یک عملکرد کوچک میتونیم تنها یک میلیارد دلار سالانه ما عواید دولت بالا آورید. شما چند وقت پیش دیدین رئیس جمهور بسا گفت که فساد به چی علت است؟ لبنان این کمک ها کشورها را به طرف تنبلی میبرند. ببینید تمام کشورها از خود حرف داشته باشند و من فکر میکنم جامعه جهانی کمک اصلی است که جان ما را نگیرند، زمین زندگی را به ما مساعد بسازند. ما خود ما میتونیم که از این پول ها اضافه تر خود ما با فکر خود ایجاد بکنیم، سرمایه گذارها را بسا تشویق بسا بکنیم. تا جایی که مثلا من معلومات دارم در ظرف یک و نیم سال بیش از 300-400 نفر شهروند افغانستان را ترک کرده رفته در ترکیه خانه خریده به خاطر که اقامه میکنن. بنابراین من فکر میکنم یک مسئله دیگری است که این کمک ها در گذشته هم شده میلیارد هاش در این خوب میلیون میلیارد ها نتیجه ندادن. چرا نتیجه ندادن؟ به معنای عزیز که اشخاص توانمند کارشناس که بتواند این پول ها را در جاهای سرمایه گذاری بکنند در جارهای بسا استفاده شد که خود از این ارزش های ملی تولید بسا بکنم. ارزش های ملی چی هست؟ شما با یک درخت میتونیم که بشن میوه بتا 5 فامیل از او بسا استفاده بسا بکنم. بنان اگر ما امو استراتژی حکومت که با مردم یک بجارد و یک روغن و چیزا بسا میتا که مشکل هم میکنه ما به طرف فقر میریم و فقر تشویق میکنه که بسا چقدر بسا ما علمی امکانات از بیاین مال مفت است، آرد مفت است برتون بدیم. بنان با فکر میکنم که او قدر موثر نیست و موثر رو نمیده. اگر می بود در 20 سال موثر می بود و تا جایی که دولت ها عمل کرده داره و تا جایی که رهبران دارن بالای پروژه هایی که بتاند حداقل به 3 یا 4 نسل بتاند ارزش تولید بکنم. اگر ما از شما من ایسا یک جورنالیست پرسان بکنیم تا بکنیم یا من از دانشگاه های ما پانتون های ما پرسان بکنیم ما این طرح ملی نداریم. طرح ملی چی است که در طرح ملی شما تمام عرف هایتان را دارین بخص عرف های کلانتان را که امی فقر که آستاستا به طرف 100% میره چطور ما این مدیریت میکنیم که این فقر از بین بره و اگر از بین بره کم شده بر اصلا بره. اما در شرایط کرونی تمام تاجرهای ما کشور ترک میکنن میرن امنیت ندادن. خب در امین چون این وضعیتی که شما گفتین حالا ترک سرمایه گذاران از افغانستان هم امو دلیلش ها گفته میشه که ناامنی ها است و نمیتونن اینا سرمایه گذاری کافی در افغانستان داشته باشن و از نگاه امنیت خوب ندارن و در وضعیتی که خوشسالی هم حالا فعلا احتمال خوشسالی در افغانستان وجود داره و بحران کرونا و شدت جنگ در کشور با این همه چالش ها فکر نمیکنین مردم نیازمند مبرم و جدی به کمک های بشری خارجی داشته باشن؟ اول این کمک های بشری به موثر قسمی که باید موثر باشه تقسیم درست نمیشه و دوم دیگه مشکل به یک ماه یک نیم ماه دو ماه حل میشه و یکی از سبب اساسی مشکلات خب الان کمک ها از سال 2002 به این سجریان داره. خب به این خاطر است که از سال 2002 جریان داره تا امروز ما به طرف بیبودی نمی به طرف فقر بینیم به خاطر از اینکه ما به کمک های مفت آموخته شدیم. من به شما یک پیام میدم. مرا حکومت 3 ماه اجازه بده اگر من در ظرف 3 ماه 1 میلیارد دلار عواید بالا نبردم مرا بدار بزنم بدار. یعنی من با شما بسیار چمن میتونم به دولت 3 ماه وقت بدم من در 3 ماه 1 میلیارد دلار عواید دولت بالا نبردم. بس ببینیم رهبر به برنامه خود رهبر نشد. خب مثل اگر اشخاص شهروندای عادی مثلا باشم ما باید یکی از مفخوری عادت بگیریم عادت پس کنیم از خود فکر داشته باشیم اندیشه داشته باشیم و تا به جامعه جهانی کمک هم میکنه کمک های آنها را ما در جایی باید اونها تشویق بسازیم که مصرف شده که آستاست ما را نجات بده. به این معنی نیست که ما به خاطر ترس چاکی خود وقتی که جامعه جهانی میاد یک 300 میلیون دلار یا 400 میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار در یک بخش مصرف کمک ابتدایی به حساب میکنه ما بگیم نبای بگیم والا درست شما خوب میفهمید ما از خود عرض داشته باشیم تا آنها را قناعت بدیم که این کمک های شما میتونه هم شما را کمک بکنه
هم ما را میتونه کمک کنه. کمک به معنای شما که شما بعدا بدونید که همیشه ما را کمک نکنید، یک بار دو بار کمک میکنید، ما آستاستا به طرف خودکفایی خود بریم. یکی از عوامل جنگ بیکاری است. در شهر کابل اکثریت دوزی و تلفن دوزی کردن و مثلا جوان ها بیکار شده. اکثریت جوان ها که این تلفن ها را دوزی میکنند جوان ها است که شاید بسیارش مثلا بوده باشه یا بسیارش درس خود خلاص کرده تحصیل کرده باشند خلاص کرده باشند اما بیکار هستند. بنان برنامه های اساسی کشور را نجات بدهند. من هیچ عقیده به این کمک ها ندارم، گرچه میتونه که از نقطه نظر به حساب یک شهروند نوندی بگیم ولی بسیار کمک کناست، اما هیچ مشکل حل نمیکنه به خاطر اینکه در جایی که باید مصرف شه نمیشه. خارجی ها چند وقت شما بیان دادن که خواستن که افغانستان ترک میکنن، تمام ویزای نظامی خود از بین بردن. این میتونه یک کمک موثر به افغانستان باشه که میلیاردها دلار بسات ضایع نکنن، از بین نبرن، به ما بسات کمک بکنن. تشکر. بر فخر میفرمایم 5 تا 6 تا کارخانه اساسی رو میتونن که با این پول ایجاد شه که این پول بتونن هر ماه به هزارها خانواده را برای یک دراز مدت زندگیشان نجات بسته بدن، نه اینکه ما دو ماه میریم یا سه ماه. تشکر. با شما برمیگردیم آقای سنگدل. جناب استاد، حالا اینکه کمک ها بیشتر به کجا میره یا شفافیت در توزیع کمک ها برای نیازمندان فکر میکنیم وجود داره؟ برخی یافته ها در سالهای قبل معلوم کرد که نهادهای خارجی که برنامه توسعه یا پولهایی که از طرف کشورهایشان اینجا کمک میشود فیصدی زیادش را خودشان به مصرف میرسانند. آیا چنین است به نظرتان؟ خب خدمت شما عرض شود که این کمک با کمک های قبلی تاندازه تفاوت دارد. برای از اینکه شما میفهمید کمک های قبلی با موجودیت آمریکا و ناتو انجام شد و این کمک ها در حقیقت کمک اجتماعی و کمک انسانی را مطرح میکنند. کمک های بشردوستانه است. این کمک های بشردوستانه به منظور یک رفع مشکل یا دشواری های عاجل صورت میگیره. ارمانا داره که رسما جایش ماموری آمریکا مشخص ساخته که برای چی داده شده و برای کی باید داده شود و چقدر مشکل چقدر از انسان ها را حل میکنند. این به منظور ایجاد تولید نداده، به منظور ایجاد تقویه کنم سکتور تولیدی نداده، به منظور ایجاد تقویه سکتور اقتصادی تا نداده، تنها میخواین که رفع مشکل انسانی را انجام بده. آیا فکر میکنین واقعا بشر دوستانه کمک میکنه آمریکا یا هدف دیگری داره؟ خوب در مجموع قدرت‌های بزرگ چنین است که در حقیقت هر چیز کور موجود میاره و در حقیقت اهداف سیاسیش تعیین میکنه. آمریکا و تمام کشورها و قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی در حقیقت با اهداف سیاسی پیش میان و در حقیقت اونمو وسیله را اقتصاد قبول میکنند. مانند پاکستان، مانند هندوستان، مانند چین، روسیه و ایران و تمام کشورهایی که در افغانستان کار میکنند در حقیقت اهداف سیاسی دارند و در حقیقت اونا یک تعریف استراتژیک معین را در درون استراتژی ملی خودشان دارند که در حقیقت گام به گام پیش میبرند و در حقیقت او مربوط میشه به پالیسی های دولت هایشون. خود پالیسی در حقیقت تکتیک میشه و در درون استراتژی کار میکنند. از این لحاظ ما میتونم فکر میکنم که با این کمک نمیشه که گفت که هیچ ما کمک نمیتونیم، بلکه هیچ ما نمیتونیم چنین مؤثر باشه. بله مؤثر میباشه به اندازه خودش، شاید 0.1 شاید 1 شاید 2% شاید 3%، ولی 1% 2% 3% و در این مقدار کمی که پول کم داره ما باز محتاج به یک مدیریت درست و در حقیقت او راهبردهای درستی هستیم که برای به سوی ازی که تا اندازه مشکلی که نشانی شده رفع بکنیم. حال ما در حقیقت یک نوع پروژه است، به این معنا که ما در حقیقت حرفایی که ما میزنیم در حقیقت ما حرفای پروسوی میزنیم. مرا داره که یک اقتصاد خودش یک پروسه حرکت میکنه، ولی 265 میلیون خودش کاملا خصوصیت پروژوی داره. یعنی مرا داره که به هدف خاص در یک زمان خاص داده شده و مو هدف خاص در یک زمان خاص میگیره. اینال ما در یک هدف خاص، مثلا شما فرض کنید هدف خاص ما کمک به او نیازمندهایی است که آمریکا حساب کرده مثلا 18 میلیون یا 14 میلیون یا 12 میلیون ها مقدار منابع مالیش تعیین کرده 265 میلیون جاش تعیین کرده مثلا 2 تا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه ما در حقیقت زمانش تعیین میکنیم. اینال ما با نمیز جزئیاتی که گفتیم آیا به هدف خود نزدیک میشیم یا نه؟ اگر ما به هدف نزدیک شدیم در حقیقت ما تانستیم 265 میلیون ما در حقیقت تطبیق بکنیم. چند فیصد تطبیق کردیم؟ شاید 65 شاید 85 شاید چند در حقیقت او به فیصدی موفقیت شما مدتن 65 به بالا مطرح میکنید که ما موفق هستیم، موفق تر هستیم یا کاملا موفق هستیم. از این لحاظ فکر میکنم که تا اندازه خوب است و هیچگاه نمیشه که بگویم 265 میلیون خراب داده،
بلکه خوب کرده داده ما گرفتیمش. این مربوط میشه به عوامل داخلی افغانستان، مربوط میشه به سیاستمدارها، مربوط میشه به اینکه ما در حقیقت مردم افغانستان چگونه میتونه اون کار کنه. یک چیز دیگه متوجه باشیم که در کمک‌هایی که بعدا صورت میگیره پیشنهاد میکنم که در حقیقت ما مردم ها باید دخیل بکنیم، شوراهای محلی باید داخل شوه، پارلمان باید داخل شوه و در حقیقت کنترل زی باید کار بکنه و دولت هم یکجا با مردم کار کنه. اگر دولت با مردم اینجا کار نکنه، نه امنیت درست میشه، نه اجتماع درست میشه و نه ما به هدف خود میرسیم. برای اینکه شرایط ما به شرایط گذشته کاملا متفاوت است. نباید آدم فکر کنه که ما شرایط آرام هستیم. در شرایط آرام میتونیم که هر کار را انجام بدیم، میتونیم بسیار خوب خوب گپا بزنیم، ولی در شرایط اضطراری ما عمدتا بسیار مواضعی که وجود داره که ما شما ترک میکنیم از مواضع به یک مواضع میریم که در حقیقت در بعضی مرات حتی خلاف اقتصاد کار میکنیم تا بتونیم در حقیقت شرایط به وجود بریم. اون شرایط در حقیقت اون شرایط امنیت کار و امنیت سرمایه گذاری است. فعلا در افغانستان امنیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و امنیت کار از میان رفته. از این لحاظ من فکر میکنم که رو باید اول به وجود آورد. حالا چند روز پیش رئیس جمهور در یک لکچر که در پانتون کابل داشت گفت که ملت باید در 4 سال آینده تصمیم بگیرد که بودجه و عواید خود را به حدی برساند، نیاز به گدایی نداشته باشد و این عملی است و در کان ثروت ما قرار داریم و از نگاه موقعیت و همچنان مدیریت آب خیلی خوب هستیم. آیا امکان دارد که دست گدایی به کشورهای خارجی را قطع کنیم و چرا خود حکومت نتوانسته این نیازمندی ها را پورا بسازد در حالی که میلیون ها دلار روزانه فقط در گمرک ها حیف میل میشه؟ خوب یکی ما عمدتاً در این دو تا واژه را به کار میبریم، دو اصطلاح. یکی واژه همبستگی است، یکی واژه وابستگی است. واژه همبستگی درست است. تمام دنیا قرضدار کدی است. آمریکا بزرگترین قرضدار دنیا است با وجودی که قدرت اول است و چین قرضدار دنیا است برای اینکه با وجودی که قدرت دوم دنیا از لحاظ اقتصادی است و کشورهای دیگر. ولی یک کشور کشور وابسته است. ما عمدتاً یک کشور اقتصاد مصرفی وابسته به کمک ها هستیم. یعنی مانا داره که تمام دنیا اقتصاد مصرفی داره. آمریکا اقتصاد مصرفی است، چین اقتصاد مصرفی است، اروپا اقتصاد مصرفی است، ولی این مصرفشون به اساس او بهره‌وری یا عوایدی که در درون به وجود میارن است. ولی در صورت ولی ما اقتصاد مصرفی هستیم وابسته به کمک های خارجی. از این لحاظ نمیشه که در 4 سال ما چنین کار را انجام بدیم و در حقیقت یک نوع آرمان بسیار خوب است، یک نوع آرزوی بسیار خوب است. ولی زمینه قسمی وجود داره که این زمینه ها در صورت یک ما وابسته به یک چیز است، مو امنیت است و امنیت وابسته به همسایه های ماست. متاسفانه که همسایه ما دارای استراتژی های بسیار خصمانه و خشمانه در مقابل ما دارد. از این لحاظ ما همیشه از همسایه ها ضربه دیدیم. به این معنا که ما اگر ما حتی چند وقت پیش مثلا ترانزیت زیاد انتقاد میکردم، چرا میگم ترانزیت وابسته میشه با همسایه ها و ما و در حقیقت ما وابسته میشیم به همسایه ها و امنیت ما وابسته به همسایه ها. همسایه ها نمیپذیرن که این همسایه که در پالوشان است یک کشور خوب و یک کشور دارای اقتصاد خوب باشه، برای اینکه ما خوب ترین بازار برای همسایه ها ما هستیم. از این لحاظ نمیشه که ما بویم در چا خوب این نمیشه که ما اقتصاد کاملا بسته را بگیریم. اقتصاد اوتارکی فعلا در دنیا از میان رفته. دیگه ما اقتصاد اوتارکی رو نداریم هیچگاه. ما کشورهای هستیم با یکدیگر روابط داریم. این روابط ما متاسفانه که روابط بدی است و خصوصا در شرایط فعلی که حال ما داریم که در حقیقت قدرت بزرگ دنیا از کشور میره و ناتو از کشور میره و ما تنها میمانیم و در حقیقت نوع و مو روان سرمایه گذاری و روان مصرف هم متاسفانه در بازار تغییر خورده که ما در 4 سال نمیتونیم چنین کار را انجام بدهیم. و یک آرمان بسیار خوب است، قبول میکنم با رئیس جمهور موافق هستم، یک آرمان بسیار خوب است. ولی اگر این آرمان از خود زمینه ها دارد، این زمینه اولین زمینه شبارت است ایجاد یک فضای مساعد خارجی برای اینکه ما در بازارهای خارجی وابسته هستیم. تهیه شما میاد از پاکستان ایران صورت میگیره و کشورهای آسیای میانه. سرمایه گذاری سرمایه شما از این کشورها میآید، مصرف شما همچنان از این کشورها، صادرات شما هم در این کشورها است. از این لحاظ متاسفانه کشورها با شما موافق نیست. قربان شما. تشکر آقای سنگدل. حالا ما وابسته به کمک های خارجی و بین المللی هستیم. حالا یک سال پیش وزیر خارجه آمریکا هم 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش به افغانستان قطع کرد به خاطر اینکه توافق سیاسی میان رهبران حکومت نبود. و این توافق سیاسی به نظر شما برای تحکیم صلح در افغانستان چقدر تحقق پذیر است و نبود توافق سیاسی یا هم اجماع درونی برای صلح چه تأثیری برای ادامه کمک‌های بین‌المللی خواهد داشت و ما وابسته به کمک‌های خارجی همچنان باقی خواهیم ماند؟ خب میخوایم براتون بگم که کمکی که امریکایی‌ها کردن
برای 18 میلیون نفوس افغانستان 14 دلار میشه. 14 دلار. در 14 دلار یک خانواده نمیتونه یک هفته زندگی بسا بکنه. به این معنی است که کمک نمیتونه که مؤثر باشه و یک تمسخر است برای یک 18 میلیون نفوس افغانستان که الهی دمیده گفته که کمک میکنه. ببینید یعنی هدف دیگه ای است بخاطر کمک ها در قبال یه کمک ها امریکا هدف دیگری داره به نظر شما درست؟ نه تمام کشورها کمک های بدون هدف وجود نداره تمام کشورها کمک میگن چند وقت پیش در فرانسه کنفرانس بودن برای کشورهای آفریقایی 100 میلیارد دلار کمک کردن جامعه جهانی و بخصوص فرانسه که کشورها استفاده کنند 100 میلیارد دلار مثلا سوئیس یک کشور 8 میلیون نفوسی است چند وقت پیش دولتش پیش است 200 میلیون دلار اگر به مردم خود کمک کرد که باید مسائل کرونا فرانسه 750 میلیارد دلار کمک کرد به 70 میلیون نفوس این کمک ها نمیتونه که ما را کمک بکنه به جز اینکه که ما را تشویق بکنه به طرف فقر بیچارگی تا زمانی که خود تو ما و استاد و رئیس جمهور ما از خود حرف نداشته باشیم عملکرد نداشته باشیم دیدگاه نداشته باشیم طرح نداشته باشیم ما به می رقم فقر بیچارگی بسا پیش میریم یعنی حکومت ناکام است در امر مدیریت خوب به خاطر جمعواری عواید منابع بشری حکمران اقتصاد است فکر انسان میتونه که اقتصاد کشور به طرف سرشاری بره و به طرف فقر بره در می کشوری که من فیصل زندگی میگم من نمیخوام سوئیس مقایسه کنم با ماسون یک کشور فقیرترین کشور روی دنیا است از نقطه نظر منابع بشری منابع ذخایر نچرال ریسورسز اما امروز بیش از 700 میلیارد دلار جی دی پی دارم که 25% افریقا را تعیین مثال میکنم ببینید یگانه عواید یک کشور بدون از نشل ریسورسشان سیستم مالیاتیشان است امروز خود رئیس جمهور ما با صراحت میگه وزیر مالی ما میگه که ما 50% عواید ما بساب غارت میشه و کرپشن است تا زمانی که طرحهای مؤثر با اشخاص مؤثر بی‌طرف که لینک یا روابط با حکومت نداشته باشد در کنار حکومت نبیاید و دیدگاه های کلان را تولید نکنند این پروسه جنگ و این پروسه صلحی ادامه پیدا میکنند کمک اصلی اگر امریکا ما را میکنند فقط پاکستان را در مسائل ما مداخله نکنند درست اگر کمک اصلی ما را بساب میکنه بساب در کشورهای منطقه که ریان رقابت اقتصادی و سیاسی دارند کشور عزیز ما را ملاس پلتفرم جنگ استفاده نکنه چون رهبران ما ترس دارن از این کشورها 20 ثانیه دیگه دارم آقای سنگدل میشه جنبندی کنید چون این کشوری رهبران ما ترس دارن نمیخوان که با اونها جربس بکنه که کمک ها در کجا استفاده اگر این 265 میلیون دلار کمکش استفاده شده در جای موثر استفاده شده که هر سال ده ها هزار خانواده نجات پیدا بکنه موثر در غیر از این تمام مسائل است که با تمام کشورهای قدرت دنیا با یک دیگر کمک ها را میکنه و ما به این کمک های قدر باورمند نیستم نمیتونه که ما رو شما را به طرف ملت ساختن ببره برعکس به طرف فقر بیچارگی ما شما ببره ولی به این کمک که باشه بسیار زیاد ممنون آقای دکتر جاوید سنگدل استاد دانشگاه در سوئیس که از سوئیس با ما وصل بودند و همچنان از جناب استاد سعید مسعود آقای اقتصادی که از ترکمنستان با ما وصل بودند و آل هم نرخ ارزها نرخ طلا در بازار کشور و ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد خدا نگهدار